چنین شعار مرگ بر خامنه‌ای در زندان گوهردشت کرج، تظاهرات در حمیدیه اهواز، شلیک هوایی و گاز اشکاور، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در تهران، بهبهان، اصفهان و رودباد، جلوگیری از اعدام یک زندانی توسط مردم در سنندج و سومین سالگرد شهادت مجاهد خلق محمد علی حاج آقایی. زندانیان سیاسی سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج روز شنبه 5 بهمن در اعتراض به یورش دشقیمان شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم سر دادند. نیروهای سرکوبگر در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به سایر بندها سراسیمه سالن 12 را ترک کردند. در این یورش وحشیانه جنایتکارانی مانند بحرینی، رئیس اطلاعات زندان، امیریان معاون زندان و آقایی شرکت داشتند و حمله به زندانیان سیاسی را هدایت می‌کردند. بنا به خبرهای دریافتی جمعه شب 4 بهمن ماه 92 صدها تن از مردم سنندج بیدار ماندند و مانع اجرای حکم اعدام یک جوان در زندان سنندج شدند. مردم خطاب به دشقیمان گفتند دیگر نمی‌گذاریم فرزندانمان را بکشید. بنا به گزارش‌های دریافتی 5000 تن از اهالی حمیدیه در اهواز روز جمعه 4 بهمن در اعتراض به تخریب بناهای قدیمی خوزستان از جمله کاخ شیخ خزعل در حمیدیه تظاهرات کردند. آنها از مسجد جامع حمیدیه تا سالن ورزش تربیت بدنی این شهر راهپیمایی کردند. ماموران امنیتی و ضد شورش در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی با شلیک هوایی و گاز اشک‌آور به تظاهر کنندگان حمله کردند و با آنها درگیر شدند. کارگران رسمی شرکت مادیران در اعتراض به اخراج غیرقانونی خود صبح روز یکشنبه 6 بهمن ماه در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی از تهران روز شنبه 5 بهمن ماه بیش از 400 تن از کارگران شرکت لاستیکسازی ایران تایر برای 5 روز در اعتراض به اخراج 80 تن از کارگران روزمزد این شرکت دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان وارد 3 هفته خود شده است. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 7 حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان روز شنبه 5 بهمن ماه در اعتراض به طرح کوچکسازی کارخانه و دستگیری و اخراج همکاران خود دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران و بازنشستگان معدن البرز غربی سنگرود در رودبار در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده در مقابل اداره بازنشستگی رژیم در این شهر تجمع کردند. عصر روز پنجشنبه 3 بهمن ماه مراسم یادبودی به مناسبت 3 سالگرد شهید قهرمان مجاهد خلق محمد علی حاج آقایی بر سر مزارش در فریدن اصفهان برگزار گردید. جمعی از خانواده و اقوام این شهید با ادای احترام و قرار دادن گل بر مزارش یاد او را گرامی داشتند. محمد علی حاج آقایی زندانی سیاسی دهه 60 در تاریخ 4 بهمن 89 به همراه مجاهد قهرمان شهید جعفر کاظمی در زندان اوین به دار آویخته شدند. دادگاه ارتجاع سنندج زندانی سیاسی کرد مرتضی رحمانی را به اتهام همکاری با پژاک و اقدام علیه امنیت نظام به 3 اعدام و 3 زندان محکوم کرد. مرتضی رحمانی زندانی سیاسی کرد اهل روستای تیلکو از توابع شهرستان کامیاران است که 20 ماه پیش توسط اداره بدنام اطلاعات آخوندی در کامیاران دستگیر شده بود.